بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم. جلسات گذشته عناوین زیاد داشتیم، عناوین گرفته بودیم، از جمله عنوان اول حجاب المرأة المسلمه. کسی مسترها قبلی هم در رابطه با حجاب تفصیلات زیادی داده بود. عنوان بعدی داشتیم حکم التماثیل و صور، حکم تمثال ها، مجسمه ها و عکس ها در شرایع من قبلنا چطور بوده و در شریعت ما چطور است. در شرایع من قبلنا یعنی در به طور مثال در شریعت حضرت سلیمان علیه السلام جایز بوده، روا بوده و حتی رب العزت جز منت هایی که بر سلیمان میگذارد یک این است که جنیات برایش یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور رسیان، برایش قصرهای خیلی کلان درست میکردند، تمثال ها و مجسمه ها درست میکردند و کاسه هایی که مثل حوض ها بوده و دیگ های کلام. بعدا آمدیم به توضیح واژگان، تحلیل لفظی کلمات و واژه های مشکلی که بود توضیح داده شد. در این جلسه احکام شرعی متعلق به این عنوان طبقی که عادت مؤلف شماست، حکم تماثیل و صور عنوان هست، آیات کریمه متعلق به همین عنوان، بعدا توضیح کلمات و سپس احکام شرعی. حکم اول: هل کانت التماثیل مباحة فی شریعت سلیمان علیه السلام؟ آیا تمثال ها و مجسمه ها در شریعت سلیمان علیه السلام مباح و روا و جایز بوده؟ از ظاهر آیت کریمه دانسته می شود که آری، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، جنیات برای سلیمان آنچه که میخواست از محاریب و تماثیل درست میکردن. از یه آیه دانسته میشه که در شریعت سلیمان مباح بوده، چون قرآن کریم این حکم را، این بخش از آیت را ضمن منت هایی که بر سلیمان گذاشته بود آورده است. فی امتنان الله علی سلیمان و انسخر له الجنه لتعمل له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کنجور. و تخصیص هذه الاشیاء بالذکر فی معرض الامتنان دلیل علی جوازها. این که موارد فوق در معرض امتنان منت گذاشتن ذکر شده دلیل بر جواز آن است و که از طرف شریعت اجازه بوده. علمای کرام در این رابطه حرف حدیث هایی دارند. دوسه قول در صفحه 424 کتاب شما اخیر صفحه ذکر شده. یک، تماثیلی که در قرآن به آن اشاره شده در شریعت سلیمان علیه السلام مباح بوده و در شریعت ما منسوخ شده است و شرایع من قبلنا شریعت ما هست به شرط آنکه نسخ برای آن ذکر نشده باشد. شما در اصول فقه این موضوع به تفصیل خواندیم که ما ادله اتفاقی داریم. اصول جمع اصل، یک از معانیش دلیل است. ادله اتفاقی، قرآن، سنت، اجماع، تمام مسلمان ها بر این که قرآن یکی از اصول و ادله فقه و اصول شریعت اسلامی و ادله شریعت است اجماع دارد. همه به قرآن استدلال میکنند، همچنین به حدیث، همینطور به اجماع امت. برخی ما اصول اختلافی داریم، از جمله قیاس، استحسان، استصحاب الحال، شرائع من قبلنا. من قبلنا یعنی الذین کانوا قبلنا، قبل از ما کی بودن؟ یهود و نصارا، شریعت پیشینیان. آیا برای ما هم شریعت هست یا نیست؟ از جمله قول صحابی و عمل اهل مدینه و عرف، اینها اصول و ادله اختلافی است. در اصول فقه همچنین یک کمی در قواعد کلی فقه هم این موضوع توضیح داده میشه، در اصول تفسیر هم تا اندازه توضیح داده میشه. آمده که برخ از علما بر این باورند که شریعت پیشینیان شریعت ما هم هست، اما به طور عموم قول راجع آن است که شریعت
پیشینیان الذین کان قبلنا کسانی که پیش از ما بودن شریعت ما هست به شرطی که نسخ برای آن در شریعت ما نیامده باشد. مثلا در شریعت آدم علیه السلام نکاح خواهر و برادر جایز بوده، بعدا منسوخ شده است. یا در شریعت موسی علیه السلام موضوعات بوده که در شریعت ما فعلا نیست. از جمله تماثیل مجسمه ها علما میگویند که در شریعت سلیمان جایز بوده، در شریعت ما ناجایز است. نسخ برای آن آمده. قول دوم ان التماثيل التي كانت في عهد نبي الله سليمان لم تكن تماثيل لذيرور. این است که این تماثیل تماثیل زیروح نبوده، کسانی که چیزی که روح داشته باشد، یعنی تمثال انسان یا تمثال حیوان نبوده که زیروح باشد مثل انسان و پرنده و حیوان، بلکه تماثیل برای اشیاء غیر جاندار و غیر زیروح بوده، مثل تمثال های درخت بوده، مجسمه درخت یا از دریاها درست میکردن، مناظر طبیعی. پس شریعت سلیمان علیه السلام هم موافق شریعت ما هست، در شریعت ما نیز چنین موارد حرام نمی باشد. این بود حکم اول. هل کانت تماثیل مباحتا فی شریعت سلیمان؟ آیا تماثیل در شریعت سلیمان مباح بوده؟ نعم انها کانت مباحه. حال راجع و درست همی است که آری مباح بوده. نیاز نیست که کسی تعبیر بکند که والا این تمثال شجر بوده و بحار بوده و مناظر طبیعی بوده و غیره. الحکم الثانی، ما هو حکم التماثيل؟ حکم التماثيل تماثيل و صور به شریعه الاسلامیه. ما هو حکم التماثيل و صور به شریعه الاسلامیه؟ حکم تمثال ها و عکس ها در شریعت ما چیست؟ از آیات کریمه دانسته میشه که در شریعت ما جایز نیست. از جمله رب العزت در مقام تشنیع از مشرکین یاد کرده، تشنیع یعنی آنها را به بدی یاد کرده است، شناعتشان ذکر شده. جایی که در سوره انبیاء میفرماید ما هذه التماثيل الذي انتم لها عاكفون، این تماثیلی که شما برای آن افتاده هستید چی است؟ در برابر این تماثیل خود را به زمین می اندازید. هم تمثال ها بد گفته شده و هم عمل شنی و زشتی که این مردم انجام می دادن که خود را برای تمثال ها بر زمین می انداختن و تمثال ها را سجده می کردن، این کار هم بد گفته شده است. و نتبه در بمی اتخذ الاسلام بر الاسلام آله، همچنین رب العزت کسانی که اسلام و بت ها را به حیث اله گرفتند آنها را نیز به بدی یاد کرده و محکوم کرده است. اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم و ما تعملون، آنچه را که به دست خود درست کرده اید تراشیده اید، نحت اصلا تراشیدن سنگ و چوب و اینها را میگه، آنچه که با دست خود خودتان تراشیده اید آن را عبادت میکنید، آنچه که خودتان درست کرده اید، قبر که خودت آن را درست کردی، گنبد که خودت آن را درست کردی، ذریعه که خودت آن را جوش دادی و درست کردی و رنگ کردی، اتعبدون ما تنحتون، آیا باز اینها را شروع به عبادت میکنید و میروید نظر و نیاز میکنید و از اینها فرزند میخواهید و زن میخواهید و شوهر میخواهید؟ برای شما کار کرده نمیتونه. والله خلقکم و ما تعملون، الله شما را و آنچه که انجام میدهید را آفریده است. افعال عباد مخلوق. همچنین در قرآن کریم داستان ابراهیم علیه السلام آمده که بت‌ها را شکسته است. ابراهیم بت شکن بوده، این داستان مشهور است. همچنین شما در تاریخ خواندیم که رسول گرامی اسلام بت‌ها را شکستاندند، مجسمه ها را، تمثال ها را و بت‌ها و تمثال ها و مجسمه هایی که نزدیک حرم بوده، خودشان حتی بعضی را شکستاندن و صحابه که اطرافشان بودن بت‌ها را می شکستاندن و می گفتن که جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهقا،
این بت‌ها و تمثال‌ها را به حیث آثار قدیمه و آثار عتیقه اینا را باقی نگذاشتن که مردم بیاین تکس بدن در کدام چند درهم و چند دینار بدن و اینها را نگاه بکنن. پیامبر علیه السلام بت‌ها را شکستند و خالد ابن ولید، زبیر ابن عوام و برخی از بزرگان صحابه را فرستادند بت‌هایی که اطراف مکه بودند، منات و هبل و عزا را هم شکستند، از بین بردند. در طول تاریخ صحابه هم جایی که می رفتند بت‌ها و تمثال‌ها را نمی گذاشتند. سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه هم وقتی که به هندوستان رفت سومنات را شکست، آن را باقی نگذاشت، با وجودی که هندوها و سیکها حاضر بودند که چندین برابر وزن سومنات برای سلطان محمود طلا و نقره و دانه های قیمتی بدهند، اما محمود گفت نمیخوام در تاریخ اسمم بت فروش نوشته شود، میخواهم بت شکن باشم. همان بود که خلیفه عباسی از بغداد برای سلطان محمود لقب میفرستد، امین المله و یمین الدوله، امین ملت اسلامی و دست راست دولت است سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه. پس پیامبران الهی به طور عموم وقتی که قدرتشان رسیده است بت‌ها را شکستند و از بین بردند، مجسمه ها را. قرآن هم از مجسمه ها به بدی یاد کرده، از این دانسته میشه که در شریعت ما نباید جایز باشد، چون اسلام دین توحید و یکتا پرستی است. اسلام با شرک سخت دشمن داره و در اسلام گناه بزرگتر از شرک وجود دارد. صحیح سرقت گناه کبیره هست، کسی سرقت انجام بده. غیبت گناه کبیره هست، دروغ گناه کبیره هست، آبرو عزت یک دیگر را ریختن گناه کبیره هست، قتل گناه کبیره هست، یک از بزرگترین گناهان کبیره هست، خصوصا بعد از شرک دیگه بزرگترین گناه کبیره هست. اما هیچ کدام از اینها به پای شرک نمیرسه. وقتی که به آیات کریمه نگاه میکنیم یک حمله شدید سخت بر بت پرستی و بر مجسم پرستی دارد. به سنت هم که مراجعه کنیم به احادیث پیامبر رسول گرامی اسلام مجسم سازی را خوب نگفتم. احادیث زیاد وجود دارد که بر تحریم مجسم سازی دلالت می کند. حتی در کتاب شما صفحه 425 نوشته است که این احادیث حتی کاد تبلغ و حد تواتر، نزدیک است که به حد تواتر برسد. بعض از اینها را هم ذکر کرده. حکم تماثیل و صور در شریعت اسلامی چطور است؟ در این که تمثال درست کردن و در خانه تمثال نگه داشتن، در این که حرام هست شک وجود ندارد. در رابطه با عکس و صورت هم ما نصوص دار، گرچه عکس و صورت به شناعت تمثال و مجسمه نمیرسد، اما باز هم نصوص را شما نگاه کنید. نص اول امام بخاری و امام مسلم از ام المؤمنین عایشه روایت کردند که گفت رسول گرامی اسلام فرمودند اشد الناس عذابا یوم القیامه الذين يظاهرون بخلق الله، شدیدترین عذاب روز قیامت برای کسانی است که به خلقت الله مشابهت میکنند. یعنی تعویلش این است که الله انسان را آفریده و اینا هم عکس انسان را میکشند. صراحت وجود ندارد اما تعویل هست. بیاید به نص ثانی، امام بخاری و امام مسلم و اصحاب سنن، وقتی که ما میگیم صحیحین یعنی بخاری و مسلم، وقتی که میگیم اصحاب سنن یعنی صاحبان سنن ترمیزی، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، اینها را سنن اربعه هم میگویند. چند تا؟ چهارتا. این چهارتا با آن دوتا، با صحیح مسلم و صحیح ترمیزی، صحیح بخاری، میشه صحاح سته، شش کتاب معتبر حدیثی که بیشتر احادیث آن صحیح است. البته در سنن اربعه احادیث موضوعی و جعلی هم وجود دارد، خصوصا در ابن ماجه. پس اگر حدیث در بخاری و مسلم نبود اتومات یک درجه پایین میفتند. باید تحقیق بکنید که آیا حدیث صحیح هست یا صحیح نیست. خصوصا مکتبه شامله در پایین حدیث نوشته میکنه که قال الالبانی صحیح هم،
علامه آلبانی میگوید این حدیث صحیح است، یا قال الالبانی حسنون. ترمذی را اگر نگاه کنید، خود ترمذی در پایین خیلی جاها میگه که حسنون صحیحون یا صحیحون غریبون، اینطور یک الفاظ دارد. بقیه علمای جرح و تعدیل هم هستند، خصوصا کوشش کنید که در پذیرفتن حدیث سخت گیر باشید. ما متشددین داریم، متوسطین داریم، متساهلین داریم، هرگز متساهل نباشید. اینطور نباشد که هر روایت موضوعی جعلی ضرب المثل اهل کوفه را به نام حدیث بر ما غالب کنند که بله حدیث است. نه، با آسانی قبول کرده نمیتونیم مگر اینکه حدیث صحیح باشد. نص دوم، امام بخاری و امام مسلم اصحاب سنن، یعنی کتاب های صحیح سته هم روایت کردن که پیامبر علیه السلام فرمودند ان اصحاب هذه الصور يعذبون، صاحبان این عکس ها عذاب می شوند روز قیامت. یقال لهم، برای آنها گفته می شه احیو ما خلقتم، آنچه را که آفریده اید زنده کنید. از این معلوم می شه که عکس گرفتن کار جایز نیست. نص سوم، امام بخاری و امام مسلم و امام احمد از ابو زرعه روایت کردند که گفت همراه ابو هریره به خانه مروان ابن حکم وارد شدم. احتمالا در او وقت مروان ابن حکم والی مدینه بوده است. نکنید بعد از امیر معاویه یزید ابن معاویه خلیفه است. بعد از یزید ابن معاویه فرزندش به نام معاویه ابن یزید ابن معاویه، امیر معاویه دوم میگه این خلیفه میشه. انسان زاهد بوده است، به دنیا وابستگی نداشته. یک دو ماه بود است، بعدا گفت نگاه کنید همین خلافت و حکومت بود که علی و معاویه بر سر آن با هم جنگیدن و بعدا حسین و یزید باز جنگ های راه انداختن. دیگه من حوصله کارها و کشمکش ها را ندارم. دیگه از همین امروز به بعد من خلیفه نیستم، خلاص هر کس را میخواهید برای خود خلیفه. و رفت گوشه کنج زاویه عبادت خود را گرفت و به عبادت باشد. بعد از او مروان ابن حکم فرصت را غنیمت شمرد و گفت بله تو که خلیفه نیستی، دیگه من هستم. مروان ابن حکم چند وقت بعد فوت میکند و فرزندش عبدالملک ابن مروان زمام خلافت در دمشق به دست میگیره و از شانسی که داشته است، حالا یا حسن انتخابی که داشته، سپهسالار قوی به نام حجاج ابن یوسف ثقفی پیدا میکنه و توسط حجاج مخالفین خود را سرکوب میکنه، از جمله عبدالله ابن زبیر را در مکه داخل کعبه به قتل میرساند. مصعب ابن زبیر، مصعب داماد حسین است، شوهر سکینه، مصعب ابن زبیر را در عراق به قتل میرساند. بعد از آن کسانی که به نام آل بیت و اینها جار و جنجال داشتن و خلافت میخواستن، اینها را هم در عراق سرکوب میکنند. خوارج را هم در عراق و در تبرستان و در خراسان و در این مناطق خوارج هم سرکوب میکنه و یک حکومت قوی برای فرزند خود ولید ابن عبدالملک باقی میگذارد که بعد از ولید باز شام ابن عبدالملک است و عمر ابن عبدالعزیز است و بالاخره در زمان عبدالملک فتوحات اسلامی خیلی رشد میکنه، خصوصا سپهسالارهایی که حجاج ابن یوسف روان میکنه. یک عده وارد سینکیانگ چین میشوند و یک عده ای مناطق سمرقند و بخارا و کازاخستان و ازبکستان و اینجا وارد میشوند و یک عده ای به اسپانیا میروند و نزدیکی های، یعنی دوره برای سال 100 هجری جنگ در اطراف پاریس امروزی است در زمان بنو امیه تا قلب اروپا به پیش میروند. بالاخره متاسفانه بعدن بغاوت بنو عباس و سرکشی آنها حکومت اموی را ضعیف میکند و تا اینکه در 132 هجری عباسی ها اموی ها را سقوط میدن و یک حکومت جدید به پا میگذارن، پای میگذارن ابوالعباس صفاح. بعد فرزندان او تا اینکه در زمان هارون و رشید خلیفه بزرگ عباسی، حکومت عباسی خیلی قوت میگیره و هارون هم انسان مجاهد و انسان شجاعی بود. علی کل حال ابو هریره میگه وارد خانه
داره یا همو دارالخلافه مروان بن حکم شد، دید که در آنجا عکس های زده هست. گفت که از پیامبر علیه السلام شنیدم که فرمودن الله متعال فرموده است و من اظلم من من ذهب یخلق که خلقی، کی از ظالم تر از کسی که میخواهد همانند آفریده من بیافریند؟ فلیخلق ذره، اگر میتوانند یک ذره بیافرینند، اگر میتوانند یک حبه آفرینش کنند و اگر میتوانند یک دانه جو بیافرینند، آیا میتوانند؟ خیر، نمیتوانند. عکس های دید و دید کسانی عکس میکشیدند، البته بعضی تعبیر میکنند که عکس ها همون عکس هایی است که با قلم کشیده میشد و بر دیوار ها کشیده میشد. ببین به نسل چهارم، امام بخاری، امام مسلم و نسائی از ابن عباس روایت میکنند که شخصی گفت اینی اصبر هذه الصور فافتنی فیها، ای عبدالله ابن عباس، ما شغل ما عکاسی هست و ما فتوا بده که آیا جایز هست یا نیست. ابن عباس گفت نزدیک شد، او شخص نزدیک شد و بعد بیشتر نزدیک شد تا اینکه عبدالله ابن عباس دست خود را بر سرش گذاشت و گفت انبئك بما سمعت من رسول الله، با تو چیز خبر میدم که از پیامبر شنیدم. از ایشان شنیدم که فرمود کل مصور فی النار، همه صورتگرها، کسانی که عکاسی میکنند در آتش هستند. یجعل له بکل صورت صورها نقصا فتعذبه فی جهنم، در برابر هر عکسی که کشیده در جهنم عذاب میشود. و بعد عبدالله ابن عباس گفت اگر تو واقعا دیگه شغل نداری میخوای عکاسی کنی، عکس درخت بکش با آنچه که روح ندارد، صحنه دشت، صحرای، مناظر خلابه که میگویند، چطور میگن المناظر الخلابه، جاهای منظره های طبیعت که خوب باشد. نص پنجم، شیخان یعنی امام بخاری و امام مسلم و اصحاب سنن، صاحبان سنن اربعه، از عایشه ام المؤمنین روایت کردند که عایشه ام المؤمنین یک بالش خرید که بر روی آن عکسایی بود، چون پیامبر دیدن بر دروازه استاد شدن و وارد خانه نشد. عایشه میگه من از چهره پیامبر فهمیدم که ناراحت است. گفتم ای پیامبر، به الله توبه میکنم که شما را ناراحت کردم، چه گناهی انجام دادم؟ پیامبر فرمودند این عکس ها چی است؟ بعد گفتم ای پیامبر، این عکس همین جنس خریدم تا همون تکیه و بالش را پوش بکنم و شما بر آن تکیه بدهید. پیامبر فرمودن ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه في عذاب، کسانی که نقص ها رو کشیدن روز قیامت عذاب میشن. و فرمودن که خانه‌ای که در آن عکس باشد فرشته ها واردش نمیشوند. همچنین نسل ششم از ابوالحیاج اسدی روایت شده که علی رضی الله عنه گفت تو را به مأموریت میفرستم که پیامبر مرا به آن فرستاده، الا تدع صورتا الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته، هر عکسی را که دیدی آن را از بین ببر. از طمس فهمیده میشه که عکسای مجسمه منظور است. و هر قبری که دیدی از زمین بلندتر هست آن را با زمین هموار کن، قبرها و گنبدها و زریها را میگوید. حدیث در صحیح مسلم. نص هفتم، باز هم از عایشه ام المؤمنین، که رسول گرامی اسلام وارد خانه شدند و به خانه به دروازه خانه آمدند وارد نشدند، بعد از اینکه از جنگ آمده بودند. عایشه ناراحتی را در چهره پیامبر میبیند و بعداً پیامبر علیه السلام میگویند بله، این خانه را چرا اینطور پوش کردی و جنس ها را بر دیوارها کشیدی؟ ما فرمان نیافتیم که سنگ و گل را بپوشانیم. عایشه میگه فقط اعطا منه وسادتین و حشوته مالیفا فلم یعود ذلك علی، میگه که همو جنس ها را گرفتم پاره کردم و بعد پیامبر علیه السلام دیگه مشکلی نداشت. این بود نصوص در رابطه با تحریم عکس ها و مجسمه ها. علل فی تحریم التصویر را جلسه بعدی میخوانیم. خلاصه درس این جلسه ما آن است که عنوان داشتیم حکم التماثیل و صور، آیات 10 تا 14 سوره مبارکه سبا. بعدا آمدیم به احکام شرعی، حکم اول تماثیل در شریعت سلیمان علیه السلام آیا مباح بوده یا نه،
آری مباح بوده است، در شریعت ما چنین نیست. حکم دوم، تماثیل و صور در شریعت اسلامی چه حکم دارد؟ موضوع را به تفصیل توضیح دادیم، بعدا دلایل قاطعه بر تحریم تصویر را آوردیم، علت در تحریم تصویر جلسه بعدی میخوانیم. درس ما همینجا به پایان رسید.